سلام، سیرزیو هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. دوستا کوتاه آغاز میکنیم. در برنامه امروز روی چگونگی وضعیت و انکشافات سیاسی در افغانستان و در رابطه با افغانستان صحبت خواهیم کرد. مهمان ما در این برنامه حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است که همکنون از طریق سکایپ از ترکیه با ما به تماس هستند. آقای صاحب، به برنامه خوش آمدین. آواز مرا میشنوین؟ تشکر شما زیاد صاحب. سلامت باشین. میشه از فعالیت‌های تان آغاز بکنیم؟ شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که با شمول شما تقریبا تمام اعضای برجستیش در بیرون از افغانستان به سر میبره، هم اکنون مصروف چه کاره است؟ چه برنامه و طرح مشخص برای افغانستان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان محترم شما. ما در ابتدا فرا رسیدن عید سعید اضحی را به همه ملل مسلمان جهان، خصوصا مردم مظلوم و تحت ستم افغانستان تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برایشان توفیق و سلامتی آرزو میکنم. فعالیت های شورای مقاومت ملی مثل همه اپوزیسیون های دنیا متمرکز است روی مسائل دردها و مشکلات مردم افغانستان که از ناحیه حکومت غیر مشروع طالبا بر مردم تحمیل میشه. اینا را شناسی میکنن و در سطح ملی و بین المللی اعتراض و انتقاد میکنن و برنامه هایشان تمرکز روی کارهای فرهنگی، سیاسی و سازماندهی یک اپوزیسیون قدرتمند در برابر نظام غیر مشروع موجود است. آقای محقق، بسیاری منتقدان میگه که مخالفان طالبان که شما هم شاملشان هستین با سپاری شدن حدود 2 سال تا هنوز نتونستین زیر یک چتر واحد حداقل جمع شوین و یا هم یک روایت واحد برای مقابله با طالب ایجاد بکنین. چطور فکر میکنین با طالب یا هم مقابله و یا هم مذاکره کرده خواهید تانست و پاسخ شما به می انتقاد چی است؟ اینا همه حرف بهانه طلب ها و حرف های مردم های هستن که بدون اتکا به واقعیت های داخل افغانستان و بیرون افغانستان صحبت میشه و ما در حدی که لازم است یک اجتماعی را به وجود آوردیم، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ریشه در تمامی اقوام و احزاب سیاسی افغانستان داره که همه ایشان چه در زمان جهاد بودن یا بعد از جهاد در دوران دموکراسی حضور داشتن، همه اینا جمع هستن. اما ای که بگیم در یک دنیای دموکراسی تمام جریان ها را در یک حزب و در یک جریان گرد هم بیاریم، یک مسئله عملی نیست. اما سرانجام شاید 2-3 دسته عمده که بزرگترین شورای مقاومت است در برابر طالبا هست، روایتش درباره اصل حکومت طالبا است که اینا حکومت ضد مردمی هستند و غیر مشروع هستند و به اراده مردم به وجود نیامده و همه ایشان خواهان برکناری و رفتن از حکومت ظالم هست. و روایت واحد همی هست. اما ای که در جزئیات با هم تفاوت فکری داشته باشند، لازمه یک نظام مردم سالار و نظام آزاد فکر همین است که هر کدام شاید درباره نحوه حکومتداری روایت هایشان متفاوت باشند، اما درباره رفتن نظام ظالم طالبانی و به وجود آمدن یک نظام مردم سالار در افغانستان روایت واحد دارد. خب این مسئله است آقای محقق، که همه میخوان یک ضرب المثل قدیمی است، همه میخوان پادشاه فارس زمین شوند، اما رسیدن به این هدف نیازمند یک تلاش ملموس، نتیجه ملموس، دستاورد ملموس است. مردم
باید معتمد باشه و اعتماد بکنن. حالا 2 سال گذشته. میشه بگوین آیا حکومت طالبان تاکنون از شما برای آمدن به افغانستان دعوت کردن؟ طالبان 2 سال هست در افغانستان هست و فراموش نکنید که طالبان 20 سال هم بیرون از افغانستان بود و اونا همه ایشان هم روزگار سخت داشتن. 2 سال بیرون بودن رهبران شورای مقاومت ملی زیاد زمان طولانی نیست، اما ای که طالبان از ما دعوت کردن یا نکردن و یک دعوت عام برای کل سیاسیون و بزرگای خارج گفته که بین در خانهاتون بشینین ولی در سیاست دخالت نکنید و این یک کار غیر عملی است و غیر معقول است، چون ما نمیتونیم در یک نظام دیکتاتوری و ضد مردمی بریم بشینیم و دل خوش کنیم که اینجا ما در خانه خود هستیم. ما باید نظام را متحول بسازیم، یک شرایطی برای مردم بیاریم. مال مردم هست، نان ندارن، کار نیست، امنیت جانی ندارن. بدعوت جناب طالب ها برین در خانه خود میشه. آقای محقق، شماری از رهبران به ویژه رهبران قوم هزاره برخلاف شما پس از سقوط کابل به دست طالبان در کنار مردم خود ایستادن و از افغانستان خارج نشدن. چه فکر میکنین چقدر فرار شما و سایر همقطارانتان به جایگاهتان در میان مردم ضربه زده و ادعای رهبریتان را زیر سوال بردن؟ کسانی از مردم هزاره در داخل افغانستان هستند، بله، اما از رهبران شناخته شده مردم هزاره کسی در اونجا نیستند و این به معنای این نیست که ما صاحب افغانستان تنها ما بودیم و نظام به دست ما بود و ما از اینجا فرار کردیم. نظام به دست آقای اشرف غنی بود، به دست امریکا بود. امریکا پروگرامش تغییر کرد، با طالبان معامله کرد و طالبان را گفت که بین شما در افغانستان حکومت جور کنین و همه شعارهایی که داده بود از حقوق زن، حقوق بشر، دموکراسی اینا رو زیر پای کرد. 78 میلیارد دلار تسلیحات و قبل آقای ترامپ در اختیار تروریست‌ها قرار داد که شما برین حکومت کنین. من دال پشت پرده چی توافقات بود که چی آزار و بیزار کشورهای همسایه ما رو چهار طرفی پروگرامایی است که ما رو فعلا گفتن نمی‌تونیم جزئیاتش چی هست، این کارو کرد. و آقای اشرف غنی همچنین یک آدم بیپایه بود، گور اخترف با یک چپلک که یک روز مقاومت نکرد. و ما در اون زمانی که این گریز آقای اشرف غنی انجام شد و رفتن امریکایی انجام شد، متاسفانه خب زمان ما صرفا نگه پوزیسیون سیاسی برای آقای غنی بودیم. درسته که ولیدن نه در دفاع بودیم، نه در داخله بودیم، نه در امنیت بودیم، همه جای به دست امریکا و حکومت دستشاندهش آقای غنی بود. ما او زمان در بیرون از افغانستان در یک مذاکره سیاسی آمده بود. آقای تغییر آمد و رای ما بند شد. با معذرت، متاسفانه آقای غنی اینجا نیست و یا هم نماینده از امریکا نیست که از خودش دفاع بکنه و یا هم در مقابل صحبتهایتان ادعای داشته باشه. شما ادعا میکنین؟ شما میگین صلاحیت نداشتین، بله؟ بله. صلاحیت دیگه چی باشه؟ شما والی نصب شده و یا هم انتخاب شده یک حکومت که حداقل منتخب را بود در سال 2019 از فضای دایکندی برگشتاندین، چون به خواست خودتان نبود، از خودتان نبود، به گفته خودتان تعیینی شما نبود. از این که صلاحیت بالا چی باشه؟ صلاحیت امریکایی بود یا از غنی؟ آیا دایکندی میتونست به تنهایی در مقابلی 33 ولایت دیگه بجنگه؟ نه، من صلاحیت شما صحبت میکنم آقای محقق، شما گفتین صلاحیت نداشتید. صلاحیت من درباره ولایت دایکندی بود، درباره یک ولایتی که او هم بدون داشتن کدام تشکیلات نظامی بود. نه نه، ما اتفاقا سر دایکندی صحبت نمی کنیم، سر تصمیم گیری و توانایی و صلاحیت داشتن صحبت می کنیم. آقای محقق، دیگه حادثه ای که بود، یعنی فکر کنین دایکندی نه بامیان یک والی تعیین میشه و شما نمیخواین او به اونجا بره و رئیس جمهور و یا هم معاون رئیس جمهور به شما تن میده، از این که دیگه صلاحیت بالا پیشتان چی باشه؟ یک مسئله. مسئله دیگه،
رئیس جمهور شما را از پستتان عزل کرد. حتی با تصمیم رئیس جمهور شما تن ندادین و رفتین به دفتر کارتان و گفتین که رئیس جمهور چی کاره باشه که شما را از معاونیت دوم ریاست اجرایه برکنار کنه. یعنی وقتی حال آسان است بگوین کل فساد و یا هم ناتوانی و یا هم فرار با یک چپلق از اشرف غنی بود و شما هم باید فرار میکردین، اما شما که تجربه جنگ در مقابل طالب داشتین، اجازه بدین شما فکر میکنین که حال با معذرت من برمیگردم، شما وقت ما کافی است. یعنی شما که تجربه جنگ هم داشتین، جنگ هم کردین در مقابل طالب در گذشته، چرا فکر میکنین آل طالب به شما باید گوش بده و شما را جزء حکومت بسازه و یا هم شما را اجازه بده که برین دوباره به سیاست افغانستان داخل شوید؟ اول خیمه بگویم که ولایت بامیان دایکندی دو ولایت هزارنشین است. فرض کلام تمام صلاحیتش به دست ما باشه. اینا نه قول اردو دارن، نه یک فرقه دارن و نه حتی یک لوای نظامی را که ما درخواست کرده بودیم اینا را کس ندادن. پس در اون زمان جنگیدن با از آدرس دایکندی و بامیان بیهوده بود. و دوم اینکه اینا شما گفتین که شما را از وظیفه ما عزل کرد، وظیفه شما عزل شدیم ولی قبول نکردیم. درسته ما قبول نکردیم، یک چند روز به دفتر خود رفتیم، اما کدام قطعه نظامی، کدام اردو به دست ما بود که باید ما جنگ میکردم؟ و باز شما گفتین تجربه جنگی داریم. تجربه جنگی که داشتیم، ما یا وسایل جنگی که نداشتیم، مثل ما یا مارشال دوستم تجربه جنگی داشت، خودش مارشال جنگ بود. اما وقتی که در برابر طالبی که تمام تجهیزات اردو رو به اونا تحویل داد، رای بودن همین حکومت از قول اردوی هرات و تا جنوب همگی و تقاضا میکرد که یک صندوق مرمی در ما بیارد، آقای اشرف غنی همه را قید کرده بود برایش. و از ما هم خودم درباره جنگی که در مقابل طالبا داشتیم در بعضی مناطق که مناطق هزارنشین بود، ما از آقای غنی و از وزیر دفاعشان، از معاونشان تقاضا کردیم که یک 20 میل سلاح M16 یا M4 برای M16 برای ما بتن که ما امو دوربینای شب را که خود ما خریده بودیم امرو بالش نصب کنیم. حاضر نشدن یک میل سلاح برای ما بده. پس ما با چی سلاح در مقابل طالب می جنگیدیم؟ آقای محقق، ما سوال اینجا نبود که شما باید با طالب می جنگیدین، به او برمیگردیم بعد میریم. ما از صلاحیتتان صحبت کردم، شما خیلی با صلاحیت بودین آقای محقق، فراموش نکنین. والا وقتی که ما صحبت میکنیم، نه شما از خود یک اردوی خاص خود داشتین، جنگجویان خود داشتین و اتفاقا به خاطر انتقال یک لاین برق اخطار دادین که حتی حکومت و ریاست جمهوری را سقوط میتین و اگر بخواستان نباشه شما حاضر هستین که جمهوریت را سقوط بدین. من گفتم که من برم با زمینا را امرای جنگ کنم با طالب، اما اردویی که من داشتم من رو جایش بگین در کجا بود. چی شد خیپسی همه مردمی که در شما ازش صحبت میکردین و اختار میدادین رئیس جمهور کابینیش؟ ما دموکراسی داشتیم، ما اونجا ملت داشتیم، ما نیم میلیون نفر در صحنه در تظاهرات می آوردیم. بزرگترین زور ما زور مردم بود. ما سلاحی نداشتیم که تا با او جنگ کنیم. سلاحی ما خود دیدیار شده و دور امریکا بخیر از اول ما رو گرفته بود. پس با یک نکته بسیار خوب اشاره کردین آقای محقق پیشتر. گفتین که اشرف غنی حکومت به طالب سقوط داد. اما تو راست؟ ادعای تن اما تو راست؟ بله. از این چه وقت آگاه شدیم؟ ای خود تا یک روز پیش میگفت که من امان الله خان خوش دارم که بسیار یک آدمی آزاد خواه بود، اما یک کارش خوش که او فرار کرد. امیر چینی خود باز میکرد در مقابل وقتی برای به هیچ وقت گفت من فرار نمی کنم. ما چه انسان که قدلوگوی است این فراری هست؟ آقای مؤخر، پس شما این را میخواین بپذیرین در مقابل همه بیننده ها که یک شخص به نام اشرف غنی، محمد اشرف غنی، که در نهایت رئیس جمهور افغانستان شد، شما را در 20 سال فریب داد و یا هم حداقل 8 سال آخرش شما را فریب داد و شما منعیس یک رهبر سیاسی که مردم به شما اعتماد کرده بود نمیفهمیدین که شما فریب میخورین؟ یعنی این را میخواین بپذیرین؟ آقای عزیز، ما را اشرف غنی فریب نداد. ما را یک ابرقدرتی بود که با همه اقمار اروپایی و منطقهشان آمده بود که ما دموکراسی میاریم، مردم سالاری میاریم،
که نام از او که نمی امریکا است که از اونجا گپ بزنی. او آمده بود با همه قدرت ناتو آمده بود اونجا، یک روز یکی را می آورده از جمهور جور میکرد برخلاف رأی مردم، یک روز یکی دیگر. آخرین بار هم آقای اشرف غنی فراری را آورد و دست ما از همه چیز کوتاه کرده بود، ما را یک ابرقدرتی فریب داد. نه آقای غنی، آقای غنی و طلای خود به افغانستان آمده نمیتونه. پس شما برای لبک میگین آقای محقق، آیا متوجه هستین که چی میگین؟ یعنی شما 20 سال داد زدین که طالب برحق نیست، انتخابات ما برحق است. شما خودتان وقت معاون رئیس جمهور خود کاندید کردین، شما 20 سال ادعا کردین که معاون رئیس جمهور رئیس جمهور اجازه بدین، شما 20 سال ادعا کردین که ادعایتان برحق است، انتخابات برحق است، و طالب در قبالتان میگفت که حکومت دست نشانده است. شما میگفتین ما نیستیم دست نشانده، شما میگفتین ما انتخابات کردیم، شما میگفتین ما نماینده مردم هستیم. حالا میگین که پس هر چیزی که شما بودین جزء کابینه بودین، شما دست نشانده غرب و یا هم امریکا و یا هم ناتو بودین، یعنی همو چیزی که طالب در 20 سال ادعا میکرد با او لبیک میگین و تایید میکنین؟ ما یک بخشی از نظام بودیم، ولی یک بخشی از کارهای نظام خوب بود. همی که مثلا پارلمان ایجاد می شد، مردم رأی می گرفتن. نه شما گفتیم که رئیس جمهورا با انتخاب دیگران بود، پس انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات بفرمایید. ما گفتم که ما در انتخابات می رفتیم، بسیاری از بخش ها را ما تمرین دموکراسی کردیم، مردم به صحنه آمدن، مردم به مکتب ها رفتن، بسیاری از عرصه ها خوب شد، زن ها به کار آمدن، زن ها آمدن صاحب اختیار و حقوق خود شدن، درس خواندن، سرک ها جور شد، شفاخانه ها تا یک حد در شد. اما کلید کار در اونجا بود که وقت انتخاب رئیس جمهور میشد، او در دست امریکا بود، اونم یک نفر میورد که یعنی رئیس جمهورتان، و دیگه اردو به دست امریکا بود، امنیت به دست امریکا بود که در او ما دخالت نداشتیم. آخرش هم همه ایش به طالبان داد رفت. آقای محقق، این صحبت بسیار جالب است. اتفاقا شما معاون ریاست اجرایی بودین، درست است؟ چرا پذیرفتین؟ چرا استعفا ندادین؟ چرا نگفتین که انتخاب مردم نیست و من تقلبی هستم، من جز کابینه نیستم و این کابینه تقلبی است و این زور من نیست، زور انتخابات مردم نیست، ایره مر امریکایی ها آورده اینجا رهبر مردم ساخته؟ چرا تا آخرین روز منتظر ماندین؟ تو مغالطه میکنی، اوتر نمیگفتم. ما رأی برده بودیم. آقای جانکیری آمد، او صلاحیت از طرف رئیس جمهور خود گرفت، آمد وزیر خارجه بود، او آمد دست اشرف غنی رو بالا کرد که یعنی رئیس جمهور است. رأی برده بود آقای محقق؟ یک بخش عظیمی از آرای مردم که اکثریت بود رو ما داشتیم. اما ما ای که استعفا نکردیم یا نرفتیم به خاطر از این که ما تمام حق اگر نگرفتیم، بعضی از حق یعنی از دست ندادیم. اگر ما همه ایز رو در اختیار امریکایی ها و دست نشانداش قرار می دیدم، هم روزگار برد. پس لذا ما عقل اجاب میکرد که با ما حدی که ممکن است مماشات کنیم و حق مردم رو بگیم. پس ایره تایید نمی کنین آقای محقق که در 20 سال سرمایه‌ای که به افغانستان آمد، چی از طرف امریکایی ها، چی از طرف متحدین امریکایی ها، میلیاردها دلار، شما من ایسی یکی از رهبران متهم هستین که بجای رسیدن به اهداف ملی، به منافع شخصیتان چشم دوخته بودین در 20 سال، هیچ متوجه نمی شدین که در نهایت جهان از فساد گستردهی که افغانستان را در مقام اول و دوم می رساند از نگاه فساد خسته می شود و در نهایت اینا باید ترک بگویند. شما از آغاز آگاه بودین، مقامات امریکایی و متحدینش براتون می گفت که ما در افغانستان به خاطر ساختن ملت و ملتسازی نامدیم، ما به خاطر دفع و طرد تهدید که بر منافع ملی ماست به افغانستان آمدیم. یعنی شما چرا نتونستین فساد از بین ببرین؟ چرا نتونستین پروژه های ملی که امروز مردم امو رقمی که شما گفتین که دیدیار شده بودین، اما مظاهراتتان مکاتب بسته میکرد؟ خودیم سخنرانی کرده رئیس دیگه، ما گوش کرده رئیس دیگه چی بگیم؟ متوجه شدیم سوال آقای محقق؟
تو سخنرانی دیگه ختم میکنی وقت تمام میشه باز ما متوجه نه من سخنرانی نمیکنم من مجبور هستم که در مقابل ادعای شما از شما بپرسم آقای ما مجبور هستیم گوش میکنیم شما با سخنرانی من دوباره تکرار میکنم یعنی 20 سال 20 سال منافعی که برای شما وجود داشت گوش کن ببین تو تمام جهت یک طرف قضیه رو میبینی یک طرفش نمیبینی خب مسئله ای که ما میگیم ما دمی دموکراسی همیشه معترض هم بودیم یادت هست وقتی که اگر یادت باشه وقتی که کنفرانس دونرها در برلین آلمان دایر میشد باید پروژه های انکشافی را ما تعریف میکردیم که ما وزیر پلان بودم او را آقای کرزای صاحب از طریق اشرف غنی که وزیر مالیه بود جمع کردی پروژه ها را من که خبر شدم که یک طرفه هست تمام مناطق هزارستان یک پروژه نداشت همه سفید بود و ما شاهرهای شرق و غرب میخواستیم که از کابل به هرات وصل شود این رو برش بودجه نمیداد که نشد من اعتراض کردم از کابینه برآمدم این گپا رو نمیگی از کابینه برآمدم و آقای کرزه جای من یک نفر دیگر به نام ازوارا آورد او را وزیر پلان جور کرد و من دیگه رای دیگه من بسته بود رفتم به رقابت من خود کاندید ریاست جمهوری کردم و در سه دموکراسی مردم خود در سر آوردم حقوق سیاسی جنرشان سرش کار کردم و در هر مرحله ای که بودم ما حق خواهی و دفاع از حق مردم خود کردیم از اون زمانی که امریکا با میلیاردها دلار گپی تو آمده بود اما او تمام از رو به افغانستان هم خرج نمی کرد او که پول می آورد باز اونو کمپانی هایی که از طرف از اونا بودن در قرارداد اونا می کردن مثل که آقای خلیزاد بود نه اونا باز نیست یک سوال با مسعد نیست بدی سرمایه پس میبردن شما زگین قرارداد سمت سرگی کابل قندهار که باید به 2 لک دلار قرارداد میشد در کیلومترش خوب ساخته میشد او رو هر کدام میشه به 8 لک دلار کرایه ما از شما میخوایم سوال بکنم شما رهبر ملی هستین درست است؟ بردن دیگه اونا رو گناهی زبا گردن آقای محقق من پیشتر گفتم که همه ایتان با معذرت متهم به دست داشتن در فساد اداری هستین ما از تان میخواییم پرسان بکنم سرمایه شخصی تان چقدر است آقای محقق؟ هیچ سرمایه ندارم بچه من صادقم نداشتم ندارین خانه تان در کابل چند قیمت داشت وقت ساخته بودینش آقای محقق؟ خانه معمولی است در مثل دیگه مردم ها دارن و ما هم داشت چقدر قیمتش بود ارزشش چقدر بود آقای محقق در وقتش؟ دیگه من اونقدر نرخ نمیفهم که چقدر بود در یک خانه معمولی که دیگه مردم ها دارم هم داشت خودتان ساخته بودن یا کسی دیگه براتان تحفه داده بود؟ نه من خودم ساختم من خودم متر چک یار نمره 13000 دلار خریدم من دو تولید ایران داشتم سودا کردم آوردم آج سفران یک تاجیر قومای ماسته بوره گفتم برای من جو اولی پیدا کن مصرف مجموعی چند لک دلار شده بود آقای محقق؟ شاید یک هر چقدر بود اونتا اوطوری که تقریبی چقدر چند لک دلار شده بود؟ دوزدهای قومای شما که بر هر کدام بهش خود میلیون میلیون دلار خرج میکرد دوره ما نداشت قومای ما من قومای ندارم که مربوط به مشه و پول داشته باشه اما به هر حال امو مصرف خانه تا چقدر شده بود محقق صاحب؟ یک اشرف غنی بود که میلیارد دلار گرفت من سوال به خاطر از این هستم کردم آقای محقق که شما داد میزنین که شما مخالفت کردین و یا هم سوء استفاده نکردین در بامیان چند تا خانه مثل خانه شما وجود داره که شما نمایندگی از اون مردم میکنین بامیان با کابل تفاوت میکنه پدر جان کابل نسبت به خانه های دیگر چند تا هزاره مثل شما خانه داره آقای محقق در افغانستان از هزاره صدها نفر در کابل در مزار مثل ما خانه داره نخواد آقای محقق بیاین اینجا واقعی بینانه صحبت بکنیم شما بلک ها دلار یک خانه ساختین بلک ها دلار قیمت کاروان موترهایتان بود موترهای زره خرچ دسترخانتان چند بود آقای محقق چرا با هزارها تقسیم نکردید اگر تو بسیار سر ما کفتیستی کدام به تو گفته که همین تو گپای چیر در باره ما بزن بسم الله صحبت می خوام واقعی بینا نباشه سرایی که برای من خرید حتی از بیت المال نبودم اون زمانی که عضو دولت هم بودیم آقای کرزه از یک دانه زید گلوله برای من داده بود که او هم دمو انفجار سر پل سرخ تکه تکه شد دیگه موترهای من کل یک تاجر قومی خریده شما
که باید معروف است، ولی نامش بگیریم طالب ها بازر آزار ندن. بله دو سه موتر که داشتم برای من اون اومدم. تشکر. آقای محقق از اشرف غنی صحبت کردین. آقای اشرف غنی پیام آخرش شنیدین گفته که حاضر نیست در صحنه سیاسی حتی یک قدم هم با جنگ سالارا حرکت بکنه و اینا باید برن حساب خود به مردم افغانستان بدن. شما یکی از جنگ سالارا بودین که در یا هم مجاهدینی که جنگ سالار خطاب میشد شما هستین. آیا حاضر هستین برین به افغانستان و حساب دهی بتین و یا هم فکر میکنین زمینی عدالت انتقالی براتان میسر شوه شما میرین پاسخگو هستین به مردم افغانستان؟ اگر هستین چی رقم؟ تشکر از آقای اشرف غنی. ما هم حاضر نیستیم که یک گام با مزدور امریکا را بریم. ما خود ما اگر رفتیم سر پای خود میریم و با او دست نشانده های رسوای فراری دیگه همراه نیستیم. ما اینجا هم که هستیم راحت هستیم، کدام تکلیف قدم مقابل طالبان نه از طالبان فرار کردیم نه طالبان سر ما زور گفته میتونم. تا زمانی که ما در جنگ کردم طالبان در منطقه ما در شمال یک گام داخل شده نتونست. وقتی که اشرف غنی 350,000 نیروی دفاعی و امنیتی را تسلیم طالبان کرد، تسلیم قومای خود کرد، خودش گریخت، من بچه ها رو گفتم که جنگ نکنم. آله دینروس، آقای محقق شما متهم میسازین آقای غنی را، اونا رو شما رو متهم میسازه به پول و به یغما و فساد و دزدی پول هر چیزی که هست. شما دیروز و یا همروز سه‌شنبه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید کرد که به جای جنگ میخواد با طالب مذاکره کنه. اگر شما طالب می بودین با حاجی محمد محقق مذاکره میکردین؟ یام از دروغای شما و رسانه‌های مثل شماست. ما هیچ وقت گپ نگفتیم، ما گفتیم که مذاکره اولویت ماست، ولی ما مقاومت را هم حمایت میکنیم. او را از دروغ گفتن که گفته ما اصلا مقاومت نمی کنیم. این دروغ ماست. بیاید ایران دروغ ما میپذیریم. آقای محقق اگر شما طالب می بودین با حاجی محمد محقق مذاکره میکردین که هیچ نوع صلاحیت سیاسی و یا هم دستاورد سیاسی حداقل در دو سال نداره. اگر میکردین چرا؟ بسیار فراموشکار آدم است تو برادر. ما 20 سال در کابل مثل طالب حاکم بودیم، حالا من تو یک بخش گفتین بزور امریکا. شما گفتین که ما را امریکا برده بود اونجا. من امریکا هیچ وقت ما را ناورده بود، امریکا نفرای خود داشت. ما هم در پوزیسیون هم بودیم، در داخل بودیم، همیشه گفتیم که مذاکره میکنیم. تو دو سال در اما پوزیسیون بودین هم در حکومت، یک بخش از حکومت را بزور مردم خود گرفته بودیم. آقای محقق من رئیس آخرین سوال آیا فکر میکنین که راه بر برگشت سیاسی تان در افغانستان باقی مانده و یا هم ختم شد همه چیز؟ هر وقتی که دل ما شما به افغانستان میریم که جلوی ما را گرفتن نمیتونه، ما میگذاریم که بانک امیر رسوایی بیشتری از این کسایی که به افغانستان را بازی کردن اینا افشا شد. ما هیچ گونه ناراحتی نداریم. دو سال است مهاجرت هم جزء وظایف دینی ماست. هر وقت که لازم شویم به افغانستان میریم و به قدرت هم میریم. هر وقتی که دلتان شوه منتظر هستین که مردمتان به گفته خودتان زجر بکشه، نارام باشه و وقتی که دل خودتان شد برگردین ها؟ دور مجنون گذشت، نوبت ماست. هر کس 5 روز نوبت اوست. یک 4 روز بان که خداوند امتحان کنه این طالبای ظالمه که ببینه سر افغانستان چه روز میاره. ما هر وقت لازم بود قادرم. آیس محقق تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. با امید بحث در برنامه بعدی. سوالای پرادارتان تشکر. لطف کردین. جور باشید. دوستا تشکر از حضورتان در این برنامه، از اینکه تا ایلم همراه ما بودین. جهان سپاس. با امید فردای بهتر.